ما هست، از ایشون خواهش میکنم که برای ما صحبت کنند. خانم کسمایی بفرمایید. خیلی ممنون آقای برزگر، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خب همه نکات بسیار مهمی که اشاره شد تا اینجا من دیگه تکرار نمیکنم، فقط میخوام تو خیلی فشرده سه نکته رو برجسته کنم. یکی مربوط به تاریخ، دیگری در باب نقش ادبیات، و سومی در ساحت فردی و انسانی و حتی شخصی. نکته اول این که خب دادگاه حمید نوری نقطه عطفی در تاریخ معاصر ما، یعنی پس از انقلاب 57 به ویژه پس از جنایات دهه 60 تا به امروز، بار اولیه همطور که همه اشاره کردن که یکی از دستندرکاران کشتار 67 در یکی از زندانهای ایران، زندان گوهردشت، باید در برابر دادگاهی عادلانه که بر اساس معیارهای حقوق بین المللی تشکیل شده و با شرکت تعداد قابل توجهی شاکی و شاهد برگزار میشه، پاسخگو باشه که چگونه هیئتی که او یکی از کارگزارانش بود، جوانهای یک نسل رو گاه به خاطر یک آری یک نه پای چوبه دار فرستاد. این امکان نه تنها بنیانی حقوقی و قضایی به امر دادخواهی میده، بلکه باور من امر دادخواهی رو وارد مرحله تازه‌ای میکنه و امکان عینی دادخواهی رو از رویا به واقعیت تبدیل میکنه. حالا چرا میگم نقطه عطف؟ به خاطر اینکه این نه آغاز نه پایان، اشاره شد، خانم بهکیش هم اشاره کردن، بلکه بزنگاه روندی که از سالها پیش آغاز شده و ما اکنون در میانه آن ایستاده ایم. به باور من گام اول دادخواهی روزی برداشته شد که جان به در بردگان و شاهدان دست به قلم بردند و آن چرا زیسته بودند نوشتند و ثبت کردند و با این کار در برابر فرسایش زمان و مکانیزم فراموشی قد علم کردند. این روایت ها بیش از دو دهه است که داره منتشر میشه و در شناخت واقعیت تاریخی نقش اساسی ایفا میکنه. این مستندسازی واقعیت بنا به تعریف بولدریکور که شهلا شفیق اشاره داشت به کارهای بولدریکور در این زمینه، این مستندسازی واقعیت گامی است بنیادین در روند دادخواهی. این گام نزد ما برداشته شده. جالب این که کسانی هم که در این سالها فرصت یا امکان بازگویی روایات خودشون رو نیافته بودن، این روزها با شور و شوقی که این دادگاه به وجود آورده در شبکه‌های اجتماعی، در کلاب هاست، در رسانه‌های فارسی زبان، این فرصت رو پیدا کردن که گاهی ساعت‌ها روایت خودشون رو به گوش‌های شنوا برسن. جلسات آتی دادگاه این امکان رو گسترش خواهد داد به نظر من، تا تعدادی از جان به در بردگان، بازماندگان و خانواده‌ها که در این سال‌ها از فضای عمومی داخل ایران حذف شده بودند، برای اولین بار با نام و هویت خودشون در فضای حقوقی و قضایی بین المللی حضور پیدا کنند و در مقام آسیب دیدگان خشونت اعمال شده توسط یک رژیم سیاسی، یک قدرت سیاسی، از آنچه بر اونها رفته سخن بگویند و روایاتشون رو به گوش جهانیان برسن. این رویدادی است فرخنده که فراتر از جنبه حقوقی و دادستانی در رقم زدن حافظه تاریخی ما نقش مهمی خواهد داشت. از اون گذشته به این نکته دوم، این فجایع تنها متعلق به حافظه تاریخی و جمعی نسل ما و ملت ما نیست، بلکه باید جایگاه تاریخی خودشو در حافظه جمعی جهانیان هم باز کنه. این وظیفه ماست که این کار سترگ رو به انجام برسونیم، همونطوری که
کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم، شعاع متعلق به تنها متعلق به حافظه جمعی یهودی تبارانی نیست، همونطور که فجایع گولاگ تنها متعلق به مردم روس نیست، همونطور که تجربه پینوشه تنها متعلق به شیلیایی ها نیست، وظیفه ما هم اینه که تجربه کشتار دهه 60 ایران رو در تمام ابعادش در بطن تاریخ نیمه دوم قرن 20 ثبت کنیم. این کار سترگیه که تنها از طریق ادبیات و هنر به نظر من امکان پذیر. یه مثال کوچیک میزنم، مثال روسیه. در روسیه هرگز امکان دادخواهی برای جان به در بردگان میلیونی گولاگ دست ندید. خاطرات شاهدانم به علت سانسور دولتی امکان نشر گسترده پیدا نکرد، مگر به شکلی محدود در خارج از روسیه. اما اون چی گولاگ رو به دنیا شناسوند، بازنمایی هنری گولاگ بود. این نقش بازنمایی رو بازم پر ریکور برجسته میکن. آثاری تخیلی برگرفته از واقعیت گولاگ، چون یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ یا مجموع الجزایر گولاگ به قلم سولژنیتسین. این آثار اون چرا بر انسان روس رفته بود در برابر وجدان انسانهای غیر روس نشان و از طریق بازنمایی هنرمندان واقعیت به حافظه تاریخی جهانیان راه پیدا. به عنوان رمان نویس بر این باورم که تا زمانی که دهه 60 وارد حیطه تخیل جمعی و جهانی نشده این هدف دست نخواهد. نکته سوم و آخر که خیلی سریع اشاره میکنم که به نظر من اهمیتش از دو نکته اول کمتر نیست، بود فردی و انسانی این روند. روند کامل دادخواهی در زمینه خصوصی و فردی هم پیامدهای بسیار مهمی میتونه داشته باشه. بازماندگان فاجعه 67، کسانی که به مدت 30 سال با کابوسهای خودشون تنها بودن و در تنهایی و سکوت این بار را کشیدن و گاه آن را تاب نیاوردن و کمر خم کردن یا آسیب‌های روحی و روانی جدی دیدن، اکنون با این دادگاه، با این روایات کتبی و شفاهی، با آثار تخیلی که شاید بازنمایی تجربه خودشونو در اونها پیدا بکنن، میتونن بر فاجعه زیست شده خودشون نامگذاری کنن. با این قدم این فاجعه دیگه کابوسی در لایه‌های پنهان ذهنشون نخواهد، بلکه واقعیتی است به ثبت رسیده تحت عنوان جنایت دولتی یا جنایت علیه بشریت و غیره، و این امکان تحقق روند سوگواری و بازدایی بازماندگان رو فراهم. در خاتمه اگه اجازه بدین یک آرزو و امید شخصی خودم هم بیان کنم. سالهاست میگوییم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. روزی که روند دادخواهی به طور کامل به سرانجام برسه، روزی که مستندسازی واقعیت به پایان برسه، به ثبت برسه و در حافظه و تخیل جمعی نوشته بشه، دیگه نیازی به بخشش یا فراموشی ما نخواهد بود. آنان که جنایت کردن کیفر خواهند دید به حکم دادگاه و در برابر دادگاه تاریخ مسئول شناخته خواهند شد. در چنین روزی، در اون صورت و تنها در اون صورت، شاید ما هم حق فراموشی برای خودمون قائل بشیم و بتونیم زندگی متوقف شدمون رو دوباره از سر بگیریم. آرزوی شخصی من. خیلی سپاسگزارم.